روزنامه سپید گزارشی داره درباره آغاز موج پنجم کرونا در مناطق جنوب ایران و همچنین شرق ایران. این روزنامه از قول حمید سوری از کارشناسان بهداشت و درمان تأکید کرده که در حال حاضر باید موضوع اولویت بندی واکسیناسیون در مناطق جنوبی ایران حذف بشه و واکسیناسیون عمومی در اونجا صورت بگیره، به این دلیل که به گفته آقای سوری دو کانون اصلی موج پنجم کرونا در حال حاضر که در حال شکل گرفتن هست و گسترش به سمت داخل مرکز ایران، یکی در استان فارس، استان بوشهر و استان هرمزگان هست که البته ایشون نگفته چه گونه ای از ویروس کرونا در اونجا در حال چرخش هست، ولی روند مبتلایان و جانباختگان افزایشی است. و منطقه دومی رو که منطقه بحرانی اعلام کرده سیستان و بلوچستان، کرمان و یزد هست که وضعیتشون قرمز و وخیم هست. حتی در استان سیستان و بلوچستان نماینده زابل گفته که مردم توان خرید ماسک و مواد ضد عفونی کننده رو ندارن بیشتر مردم و از وزارت بهداشت درخواست کرده که دست کم اینها رو در اختیار مردم قرار بدن، اگرچه واکسیناسیون انجام نمیدن دست کم ماسک و مواد ضد عفونی کننده به مردم این استانها برسونن. روزنامه دیگری که امروز گزارش داره درباره وضعیت اقتصادی روزنامه فرهیختگان است وابسته به دانشگاه آزاد. از رشد 69% صادرات ایران در بهار سال 1400 خبر داده این روزنامه وابسته به دانشگاه آزاد، اما ننوشته که این رشد 69% در آمار گمرک نسبت به چه زمانی است. در متن گزارش گمرک ایران آمده که این رشد 69% رو یعنی گمرک اعلام کرده نسبت به بهار سال 99. بهار سال 99 زمانی بوده که شوک همگیری کرونا سبب شده که بسیار از کشورها مرزهای خودشون رو بسته بودند و صادرات در حد بسیار ناچیزی از جمله در ایران انجام میشد. سایر کشورها هم همین گونه بود، صادرات و وارداتشون بسیار پایین آمده بود. در ارتباط با دو اتوبوسی که سانحه براشون پیش آمد، یکی اتوبوس خبرنگاران در ارومیه و دیگری اتوبوس سرباز معلم ها در یزد که سرباز معلم ها از سیستان و بلوچستان راهی پادگان سپاه پاسداران شده بودند در آبادی شیراز تا اونجا آموزش ببینند، 5 سرباز معلم جان باختند، 2 خبرنگار. روزنامه تعادل نوشته نه کسی عذرخواهی کرده نه کسی استعفا داده. و روزنامه اعتماد هم در گزارشی که با عنوان سوگ و خشم منتشر کرده از خاکسپاری 2 خبرنگار محیط زیست که جان باختند در این سانحه رانندگی، سانحه‌ای که برای اتوبوس حامل خبرنگاران محیط زیست در ارومیه پیش آمد، نوشته که مقام ها هنگامی خواستند بازدید کنند از خبرنگاران مصدوم، مسئولان بیمارستان اینها رو آوردن در صندلی هایی نشوندن و گفتن که روی تخت نباشند و مقام های بسیار رد پایین مثل استاندار خواسته از خبرنگاران بازدید کنه، چون این رفتار عجیبی با خبرنگاران انجام دادن. یعنی ابتدا اینها رو دعوت کردن، اتوبوس به گفته خبرنگاران قراضه بهشون دادن، از مسیر نامشخصی اینها رو مسیر کوهستانی آوردن، اتوبوس از ابتدا ترمز نداشته زده به کوه، 2 خبرنگار جان باختن، شمار دیگری مجروح شدن، بعد هم چنین رفتاری هم با اونها انجام شده.